گفتی کجا قربان؟ هما رو چشم ببخشید جسارت سر کرایه با یه رو حرفتون شد؟ نه آقا. از چرا قالتون گذاشت؟ بد برخوردن آقا، بد برخورد. یعنی نمیدونن با هر کسی چجوری باس برخورد کرد. یاره تو خونه با زنش حرفش میشه، دقیق دلشو سر مسافر بدبخت خالی میکنه. اینجوریه دیگه، کاریش هم نمیشه کرد. شما مال تهرون نیستید آقا؟ نه. من از صبح تا شب کف این خیابونام. روزی هزار رنگ آدم میبینم. میشه 100 تا سریال واسه تلویزیون از حرف این مردم سا. با من زه میشه نه؟ حالشه بگیرم بپی جلوش. آخه من 5 دقیقه سویچ با آقامو کف رفتم، بلند کردم اومدم میام تو خیابون یه دور بزنم. تو خیلی بیجا کردی سویچ با آقامو کف رفتی. اولا دوما آقا یارو رفت، برو بگیرش. اگه من بگیرمش ولم میکنی؟ آره بله. جون بچت ولم میکنی؟ من از افتاسه پایین ببینم رفیقت کن دره من سامله خب درست بگی آدم یه بغل وام ایسته دیگه چقدر میشه؟ قابل شما رو نداره. مهمون ما باشین. متشکرم. آقا اگه امر دیگه داشته باشه من در خدمتتون هستم. نه متشکرم. میخوام من بیرون منتظر بمونم. خداحافظ. آقا چی ولش کردید؟ و نه به اینکه میگی نمیرم سراغش، نه به اینکه میریم یه وسط راه ولش میکنید. تو چیکارایی بالاخره ما نفهمیدیم. آقا خر ما از کرگی دوم نداش. دیدی که ولش کردن. دیگه هم رانندش نیستن. امروز هم اشتباه کردن، اونم به خاطر مادرم بود. مادرت؟ شده دایه دلسوزتر از مادر. میگه وقتی به یکی گفته یا علی باز تو تش بری. ما میگیم یا علی غلط کرد. خوبه؟ میخواستم بزنم زیرش کنم خیلی شراحت چه؟ شلوغش نکن بینیم بابا. رفت کلیسا واسه چی؟ من چه میدونم؟ چرا از من میپرسی این چیزا رو؟ کی بپرسم بابا؟ ای ما رو زنجیر میکنه. 406 از 405 به 406 بگوشم. بگوشم 405. عباسشون الان موقعیت کن بیام دنبالت. تو کجایی؟ موقعیت هتل. بگو کجایی؟ ما الان حدودای پارک سایی. با طرفی؟ آره آره. اومدم تمام. باشه تمام. حالا چی دستگیره شد بالاخره تو؟ دستگیرم شد که از من آدم یه دنده ترم وجود داره. ببینم حالا این راست راستی دنبال پدر مادرشه یا واسه بچه هم نقشه کشیده؟ والا ما موندیم حیرون. از یه طرف میبینم راست میگه، از یه طرف حرفای شما ما رو به شک میندازه. ما رو همینجون آویزون معلق رو زمین عوانی گردشتیم. آویزون باش، ما رو همینجا پیاده کن جلو پارک سایی. بابا صبر کن، شلوغه دیگه. یواشو نزن حالا بهتون.
زد زیاد. آقا غلام داشت غلام غلامی یعنی چه عصری خودم آوردمش دم در بهش گفتم از اینجا جام نمیخوره آقا من اصلا ندیدمش شما خودتون گفتین غلام بی غلام ببینم این دوتا فوکولی ها چی؟ اینا نایمدن دم در؟ نه شیش دنگ حواستو جمع میکنی هر کدومشون پیداشون شد جلدی میپری سر خیابون یه زنگ به من میزنی یادت نره بگیرش آقا من که سواد ندارم خب به جهنم سواد نداری بدی یکی با سب بگیره شماره رو دست کسی دادی ندیا چشم الکی میگه چشم خب باید بدی یکی با سب بگیره یا نه ها حتما خیلی خوب میدی کاسب محل یادت نره وقتی شماره رو با سب گرفت ازش پس میگیری چشم چشمت بی بلا حالا بسه تو جیبت گمش نکنی بفرد قربونه شبت بخیر حالا از کجا معلوم؟ اون بنده خدا همون حاج رضا اعتماده؟ مادر مگه چند تا حاج رضا اعتماد تو راست بازاره؟ تو رو خدا نگاه کن زمونه میچرخه میچرخه یهو میذاره تو کاست عدم وقتی که خیر سرت میخواستی 2000 پول راحت گیری بعدم یه اولیا مخدره میکوبه به ماشینت پیشو میگیری؟ میبینی دختر حاج رضاست ای روزگار من باز میگم تو جوونی کردی تو زود قضاوت کردی تقصیر اون چی بود؟ من با پولدار جماعت اصلا و ابدا میونه نرم تا هستی بارکششونه وقتی هم که مردی یه صلوات و خلاص چه جونی تو اون دکون براش کند آخرش چی؟ از پشت بانت بیفت و هیچ آج آقا ککش هم نگزید داری بی‌انصافی میکنی اکبر اون بنده خدا که اون بنده خدا چی؟ میخواست صدقه بده من نگرفتم شما هم ناراحتی من ناراحت نشدم فقط میخواستم بهت بگم اون مقصر نیست غیرت کردی آفرین این تو بودی که بعد از مرگ پدرت خونه رو عوض کردی که اون ما رو پیدا نکنه پس نگو ککش نگزید اگه ما خوش نشته باشیم یاد مردن بابامون بیافتیم کیو بس ببینی ول کن دیگه بابات خیلی دوست داشتی از اینو بدون از کسی که خوشش نمید رفیق نیمه راه بود این پسره غریب چه ربطی به تو حاج رضا داشت اگه نمیخواستی کاری براش بکنی خب نمی کردی چرا تنها تو خیابون ولش کردی Thank you.
بسیار عشق ورزیدن، یعنی برای ابد زیستن. زندگی جاوید سراسر به عشق پیوسته است. چرا می‌خواهیم برای ابد زندگی کنیم؟ چون می‌خواهیم فردا کسی را که دوست داریم به سوی ما بیاورد. چون می‌خواهیم یک روز دیگر با کسی که در کنار ماست زندگی کنیم. چون می‌خواهیم کسی را بیابیم که سزاوار عشق ما باشه. الو، بفرمایید. سلام، من دانیل وسبرگ هستم. سلام آقای وسبرگ. حالتون خوبه خانم آنا؟ بله، بفرمایید. ممکنه من با پدر سرکی صحبت کنم؟ ایشون رفتن بیرون، برمیگردن. من میتونم کمکتون کنم؟ بله، میخواستم آدرسی رو که امروز به من دادن دوباره ازشون بگیرم. چطور؟ گم کردی؟ نه، گم نکردم. راننده با خودش برد. نمیدونم از یک چیزی ناراحت شد. رفت آدرس رو هم با خودش برد. آدرس زهره رو؟ زهره؟ همون خانومی که شما میخواستین پسرش رو بدزدین. بدزدن؟ ببخشید، من چرا باید بچه ایشون رو بدزدن؟ شوخی کردم. یادداشت کنی؟ بله. 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 شماره؟ بله. خیلی متشکرم. خداحافظ. اومدی پدر؟ بیداری؟ آره، آقای دانیل زنگ زده بود. چی گفت؟ آدرس رو گم کرده بود. دوباره آدرس خونه حاج رضا رو میخواست. بهش دادی؟ آره، ولی مطمئن نیستم کار درستی کردم. چرا؟ به خاطر نگرانی زهره میگم. خودت چی فکر میکنی؟ من مطمئنم زهره داره اشتباه میکنه. امیدوارم. مادر، من کارم تموم شد، برمیگردم هیئت. اونجا باش تا با هم بیام. خداحافظ. سلام سید. سلام علیکم. سلام سید. خوبی؟ هیئت میری؟ هیئت نمیاد. چرا میام؟ کار دارم، یک تا که پا میرم برمیگردم. از اونجا میبینیم. یا آقا جونم میگن تو مرد شدی، مرد شدی، نباس به تو قسمت زنا. بگیر، بگیر پسر خوشگلم. بگیر عزیزم. بگیر، برو تا بهت بگم، پسر خوبم. برو. برو عزیزم. ببین پسرم، به خاطر همین که تو دیگه مرد شدی، همه خانوما اینجا رو سری سرشونه. برای همین همه کارهای مردونه رو من به تو میگم دیگه. بله. سلام پدر، حال شما خوبه؟ آنی خوبه؟ بابا؟ بله هستن، الان صداشون میکنم، گوش خدمتون. خب حالا شب شما اینو میگیدیم من آقا جون صدا کنم؟ نه قربونت برم، شما برو تو، خودم صداش میکنم. ببخشید ماشین آمد؟ ماشین نمیدن، منتظر شماست. توضیح دادم برای شکل کجا تشریف میبرید. ما چکر خواهش میکنم. ببخشید آقا، اتاق سرده کنم، طبق هست. طبقی اول تشریف میبرید.
بابک جون قربونت برم پسر گلم، بیا اینجا ببینم. آخ خسته شده بچم، الهی بمیرم. بیا بشین برات یه چای بریزم. نمیخورم چیه؟ بیا بشین ببینم. نمیخورم. بیا عزیزم بیا، خسته شدی نه؟ حسابی با حسنمون دوست شدی دیگه، مگه نه؟ دوست خودمه. میدونم بابک جون، مامانت راست میگی اون آقای قرار تو رو بدزده؟ چی میخواد منو بدزده؟ چه میدونم، اون خارجکیه. دنیه؟ چه میدونم. بگو ببینم، مامان تو به این خوبی، به این ماهی، تو دلت نمیخواد خوشبخت بشه، سفیدبخت بشه؟ مامان من خوشبخت هست. میدونم، اما میگه به خاطر تو نمیخواد شوهر کنه. میگه که تو نمیخوای شوهر کنه. میگه تو میگی تنها میشه، آره؟ من میخوام مامانم فقط بالا خودم باشه. میدونم، ولی حالا اگه ما بخوایم مامان تو زن داداش من بشه، تو مخالفی؟ من از باباها بدم میام. نه عزیزم، همه باباها که بد نیستن. حالا اگه بابای تو یه خورده، فقط یه خورده بد بوده، میشه گفت همه باباها بدن؟ میشه؟ مثلا بابا رضات بده؟ خدافظ. من خیر و صلاح تو مامان تو میخوام. اقلا بیا چایی ها رو ببر. حاجی بابک رو ندیدی؟ کرا اونجا نشستی؟ بچه بابک اونجاست. بابک چی شده ناراحتی؟ پشتو بریم الان مراسم سینوزنی تموم میشه. راست میگه دیگه، ما همیشه دنبال تو میگردیم. الان مراسم تموم میشه. بابا ما باش که به فکر توییم. مامانت میخواد عروسی کنه تو ناراحتی؟ تازه دایه منم خیلی مرد خوبیه، خیلی هم پول داره. راست میگه، من دیدم دایش بهم زده. سگیدوش میبینم. چرا حرف چرت و پرت میزنی؟ دستا بندا. برو بابا، برو با همون مردی که میخواست به دزدتت، برو با همون مرده. یه بار دیگه از این حرف رو میزنم تو دهنتا. برو بابا، بچه ها بیاییم بریم هیئت. What is the exact address, monsieur? Address? بفرمایید. شما فارسی بلدین؟ یعنی ایدونی هستین؟ بله هستم. آخه تو هتل به من گفتن شما خارجی. مادر جون، مامانم ندید؟ نه قربونت برم ندیدم. ببین تو حیات کوچیکه نیست؟ زهره جون، فدات شم. یه دقیقه گوش کن، تو حالا رو نگاه نکن، به فردات نگاه کن که 4-5 تا چین و چروک میفته دور چشم تو و بچت هم میره سراغ زندگی خودش. اون وقت تو میمونی و عباس خانم، همه اینا درست، ولی من که زهره جون قربونت برم، خدا شاهد من خیر و صلاح تو رو میخوام، من که بد تو رو نمیخوام. اینقدر این آخر داشت ما رو اذیت نکن. یه دنده
شانس میارم تو نرفته باشم. آروم باش مادر، آب که نشده بره تو زمین پیدا میشه. وای مادر من، بچه منو میخوام بدوزن. ای وای نمیتونی بفهمی چرا نفوس بد میزنی. لابد رفته تو کوچه با بچه ها بازی کنه. وای بابک، چرا تو خیام تا کف میزنی؟ چرا تو خیام تا کف میزنی؟ چرا چهارصد و پنج بگوشم موقعیت داریم بریم هیئت. مورد گم شده، از سوژه تو هتل خبر دارید؟ نه الان باید تو هتل باشه آقا. من تو محلم، بیار اینجا. مشخصات بچه رو به مرکز دادم. بله چشم. تمام تمام، کارمون در اومد بابا. انگاهیم شب قسمت ما نیست بریم هیئت. گردش کن بریم بریم بابا. کجا؟ دور بزن بهت میگم. یه هیئت می‌خواستیم بریم. چی میگی مامان؟ هی آروم باش آروم باش. چطوری میتونم آروم باشم؟ مثل اینکه بچه‌مو دزدیدن. وای اگه دزدیده باشنش چیکار کنم خدایا؟ دیدی گفتم یه اتفاق میفته. زهره خانم خواهش میکنم آروم باشید. خونسردی خودتون رو حفظ کنید خانم. خانم حاج آقا کجا رفتن؟ رفته همین دور و برای یه گشتی بزنه. بابا زهره جون قربونت برم الهی، منم آقا داداشم فرستادم دنبالش، حتما همین دور و براست دیگه. خانم خواهش میکنم. من خودم میرم دنبالش. زهره خانم خواهش میکنم تحمل کنید، من اطلاعات این بچه رو به گشتی ها دادم، جای نگرانی نیست. حالا بهتره که همتون آروم باشید، ما کار خودمون رو بکنیم. تو حالا صبر کن تا بابات بیاد. بابات برو یه دقیقه صبر کن، الان بابات میاد. ببین اونها نونا اومد. لطفاً بیستید آقا. هنوز نه رسیدیم که. چشم. بابک! بابک! تویی؟ من خودم داشتم میومدم پیشم. تو گریه میکنی؟ میخواست منو بدوزی؟ دیگه نمیخواد منو بدوزی؟ من خودم باید بیام. چرا باید تو رو بدوزی؟ آقا همه میگم تو دوست من هست، برای چی باید تو رو بدوزی؟ من نمیخوام مامانم بدبخت بشه، من میخوام مامانم خوشبخت بشه. منو با خودت ببر از درک بابام کنه کمزم. گریه نکن. آه جیگو بس ببینم کجا؟ بچه رو کجا میبری؟ آه گفتم بچه رو کجا میبری؟ ببینم بابک! بابک! برو تو باشی، برو تو باشی.
نگران نباشید، الحمدلله پیدا شده. هوا اینا رو داشته باش تا من بیام. چی شده؟ دستتو بردو ببینم چی شده. هیچی نشده اقدس خانم، نگران نباشید. چون اقدس دستتو بردو ببینم چی شده. میگم این چی نشده. اینجا چه خبره؟ جی الحمدلله بابک سالم. الحمدلله. اونا کیه؟ همون آلمانیه که بهش مشکوک بودید با رانندش. اون تو چیکار میکنن؟ همون بابایی که بهش مشکوک بودین گرفتیمش دیگه. سلام آجاقا. سلام. بیا پایین. بیا پایین آجاقا. دیر رسیده بودم بابا. دیر رسیده بودم بابکو برده بودم. بیا پایین. بیا پایین ببینم. آقای فتاحی. اونم آروم باش عزیزم. آجاقا اینا رو حین ارتکاب جرم دستگیر کردیم. بیا پایین جوون. من باید شاکی باشم که نیستم. عزیزم، اون بزرگوار به من زنگ زد، همه چی رو بهم گفت. سر کیسو میگم؟ به مملکتت خوش اومدی. امیدوارم هر کاری که از دستمون برمیاد برات انجام بدیم. خیلی متشکرم. آروم باش. آقای محترم، شما بفرمایید پایین خواهش می‌کنم. بفرمایید. اکبر، تو باید اکبر باشی، یادگار سید حسین. اکبر، نگو که سید اکبر نیستی. غیرت بی جای تو بدجوری دل منو سوزوند. در تمام این مدت هر وقت به دل خدا بیامرزد اومد به خوابم، چشم تو چشمم ندوخت. فکر میکرد کوتاهی از منه. نمیدونست که بچه هاش خودشون رو از من قایم میکنه. آقا شارخ اومدن دنبال شما، سراغ شما رو میگرفتن، با شما کار داشتن. آقا آقا شما چطوری اومدین که من شما رو ندیدم؟ به اینجا؟ بله. زاقسیای منو چوق میزدی نکبت؟ آقا من چه کار به این کارا دارم؟ اون خودش گفت، یه شماره تلفن به من داد، گفت اگه اینجا خبری شد یه زنگ به من بزن. ببینم بله. کی تو تبارتو جا دادی اینجا؟ شما آقا. کی همه کاره این خونست عشقی؟ آقا شاروخ. آقا شاروخ با تو غلط کرده. اینجا حرف اولو من میزنم. فهمیدی؟ بله قربان. جون خودت راپورت منو بدی ها، تو بمیری همینجا درازت میکنم.
حالیت شد؟ بروی چشمم آقا. کاغذ بده من. ولی نداره. تو اینجا منو ندیدی یا؟ حمیدی؟ من. صدات هم در نمیاد. چشم. چه؟ خدا عاقبتو به خیر کن. میکنه. نترس. عاقبتو به خیر میکنه. آره. پدر بدبختی بسوزه. من امشب خیلی خوشحالم آقای اکبر. چی؟ گفتم خیلی خوشحالم. باز چی؟ من پدر و مادر خودم رو پیدا نکردم، جواب سوالاتم رو پیدا نکردم، ولی شما دوستان خودتون رو پیدا کردید و این اراده خدا بود، چون شما صبح نمیخواستید با من بیاید، ولی حالا آخر این اتفاق خیلی خوب بود. اینه ما بهش میگیم قسمت. اصلا نمیخواستم بیام دنبالت، یعنی از دستت حسابی دلخور بودم، دماغم کرده بودی، ولی خدا خیرش بده مادرمونو. آخ آخ آخ. چی شد؟ مادره رو کاشتم در هیئت. مادرتو کاشتی؟ آره بابش، گفتم وایس دم هیئت من میام دنبالت، خدا به خیر بگذره، برم شما رو برسونم هتل، برم سراغ مادره، هر چی بگه حق داره. راستی وضع لبت چطوره؟ اینا خوبه. یواش یواش داری آب دیده میشی. خوشم میاد. خیلی بگذارم. سلام علیکم. علیکم سلام. شاخی شمشاد؟ حق داری، هر چی بگی حق داری. برای چی؟ مگه کاری کردی مادر؟ میخوای یه چوبی ترکه چیزی پیدا کن بزن سیاه و کبودمون کن. بچه که مادرشو قال بذاره حقش. من کی دست به روتو بلند کردم که این بار دومم باشه؟ یه عمر تو حسرت یه پس گردنیت سوختم. هیچ وقت برو آدم نمیاری بابا، یه چیزی بگو دیگه، اقلا دوتو فوش بده، دعوا کن، داد بزن. بابات خدا بیامرز همیشه میگفت سعی کن به بچه سید از گل کمتر نگی. شما خیلی خانومی، میدونم که کلی دم هیئت معطل ما شدی، آخرشم پای پیاده و دلواپس راه افتادیم علی خونه. بچه ناخلفتیم دیگه، چیکار میتونی بکنی؟ حالا چرا رختاتو در نمیاری؟ دیدمش. کیو؟ عین حقالی کرمو، هرچی پا خورده بهتر شده. آخه کی مادر؟ حاج رضا. حاج رضا اعتماد؟ شد حالا یه دفعه رفتی خونه حاج رضا مادر؟ داستان داره. رفتم هتل دیدم دانیل رفته، یعنی جا تره بچه نیست. جنگی پریدم تو ماشین، گازشو گرفتم برم کجا؟ خونه حاج رضا. چشت روز بعد نمیره، تو را یهو دیدم یه آدم گنده هیولا افتاده رو دانیل، ده بزن حالا نزن کی بزن.
منم که مهلت ندادم که پریدم وسط ماجرا. خدا مرگم بده. دعوا شد مادر؟ دعوا کدوم مادر؟ بله نسبت بله نسبت دعوا مال خره. همچی بفهمی نفهمی یه نوازش مردونه یه جزمی. نه که اینا فکر کرده بودن که اینا اومدن نوه حاجزه رو بدوزن؟ اینو که پاک اوضاع قراشمی شده بود. یعنی کش میشی تو اون هیری بیری یه ها نهره یکی بلند شد. برگشتم نگاش کردم دیدم یه مرد، یه هیبت، یه کلاس زل زده تو چشام. با اون وقتاش مو نمیزد، فقط یکم سیاه‌سفید شده بود، یعنی جو گندمی. گفتم نمیشناسی، ولی اومد جلو همونجور که تو چشام نگاه میکرد گفت سه دو سه. انگاری آقامو دیده. راست گفتی، خیلی شکل اون وقتای آقات. 30 سال رفاقت دوید تو چشاش. خلاصه هرچی درش بود بار ما کرد. گفت کجایی؟ چقدر من دنبالت گشتم، چقدر میخواستم ببینمت. تا آمدیم به خودمون به جمعه بیدیم دست و دست حاجرزا وسط هیئتی. چه عزتی، چه احترامی، مگه ول میکرد؟ چه کرد این مردم شب برای من؟ میخواست تلافی 15 سال و یه شبه در بیاره. ای روزگار، چجوری همه چی رو به هم چف میکنی لامس؟ پس ماجرایی بود. حالا گوش کن من برات بگم. تو هیئت زن معمار رو دیدم، زینب دخترش. ماشالله، هزار ماشالله، چقدر بزرگ شده. گفتم این حرف مال الانه، باشه برای بعد محرم. مادر تو که همیشه میگی بعد از محرم. آخه هر وقت دهه شروع میشه شما یاد زن دادن من میفت، همچی که تموم میشه یادت میره 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 تا سال بعد. مادر کار خیر که محرم و بعد از محرم نداره که، فقط یه تو که پا. تو بدبینی مادر. من مطمئنم یکی به این بچه یه چیزی گفته بود. دلیلی نداشت یه دفعه این بچه اینقدر بریزه به هم. شما تا حالا بابک رو اینجوری دیده بودین؟ اصلا بابک یه همچین بچه ای نیست مامان جون. حالا شما هر چی میخوای بگی بگو. در مورد اون غریبه آقای دنیل هم همینو میگفتی، دیدی نبود؟ من در مورد اینم همینو میگم. ما نباید به این راحتی قبولش میکردیم. مامان ما که ازش چیزی نمیدونیم هنوز. واسه اعتماد بابا جان دونستن همه چیز که لازم نیست. گاهی یه نگاه، فقط یه نگاه، همه چیزو به آدم میگه. بابا شما واقعا باور کردین که اومده دنبال پدر مادرش بگرده؟ آره بابا، آره. راستی گفت اسم مادرش چی بود؟ اکرمه؟ اکرمه چی بود؟ اکرم میرزایی.
تشنه منم غلام.